سخنگوی وزارت دفاع آمریکا ادعاهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران مبنی بر جلوگیری از تلاش آمریکا برای توقیف یک نفتکش حامل نفت ایران در دریای عمان را رد کرد و آن را کاملا نادرست و دروغ خواند. همکارم فرهاد پولادی در این باره گزارش می‌دهد. جان کری سخنگوی پنتاگون در جریان یک کنفرانس خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره ادعای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه گزارشات را دیده است گفت که ادعای سپاه ساختگی و توقیف کردن عملا از سوی این نیروی نظامی ایران صورت گرفته است. They are totally false and untrue. آنها کاملا نادرست و دروغ هستند چنین تلاشی از سوی نیروهای دریایی ایالات متحده برای توقف چیزی رخ نداده است آنچه به آن اشاره می شود عملا به رخدادی در 24 اکتبر باز می گردد که نیروی دریایی ایالات متحده نظارگر ورود غیرقانونی و توقف یک کشتی تجاری در آبهای بین المللی توسط نیروهای ایرانی بود ناوگان پنجم ایالات متحده به دو کشتی و هواگردهای حاضر در منطقه دستور داد از بر وضعیت نظارت داشته باشند در آن رخداد هیچگاه نیروهای ایالات متحده قصد درگیر شدن یا توقف شناوری را نداشتند ما کاملا مطابق با قانون عمل کردیم بنابراین این یک ادعای ساختگی است آقای کربی در پاسخ به پرسشی در مورد کشور مالک کشی گفت که فعلا مجاز به اشتراک گذاردن این اطلاعات نیست و اگر دولت مالک خواسته باشد خود اعلام می کند. سخنگوی پنتاگون در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه حضور و تحت نظر داشتن این رویداد از فاصله نزدیک توسط نیروی دریایی آمریکا بر چه اساسی بوده است گفت که برخلاف عملکرد نیروهای ایران ما بر پای قوانین بینالمللی و, و در راستای عدم افزایش تنش عمل کردیم حضور ما در آن منطقه از جهان در چارچوب بازدارندگی است هدف ما حفاظت از دریا نوردی و آزادی تجارت است سپاه پاسداران ایران روز چهارشنبه دوازدهم آبان ماه مدعی شده بود که تلاش آمریکا برای توقیف یک فروند نفکش حامل نفت جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان را خنسا کرده است رسانه های خبری نفکش توقیف شده را سوزیس خواندند نامی که وبسایت های ردیابی نفکش برای یک کشی با پرچم ویتنام استفاده کردند فرهاد فولادی صدای آمریکا